سلام، علی هستم با چنل دیجی سی. امیدوارم که حالتون خوب باشه و روبرو باشید. امروز قرار هستش یک لتس پلی از بازی آد ورد سولستورم رو با هم داشته باشیم. منم دیگه دارم تنظیمات گرافیک روی پی سی اوکی میکنم که بریم تو کارش. پس لتس گو. خب دوستان، این شما و این ای و این هم بازی سولستورم، آد ورد سولستورم، طوفان کشنده. و قرار هستش امروز یه لتس پلی کوتاه از این بازی داشته باشیم. خب با آر بی میدوه. اوکی، و در حینش من یه توضیحاتی بود با ای هم میپره با کنترلر ایکس باکس روی پی سی که کلن کسایی که این بازی رو نمیشناسن یه اطلاعاتی از این بازی به دست بیارن. اگه اولین بارتونه که گیم پلی دارید از این بازی میبینید. اوه برو برو بای، سوختیم، لعنت بش. اه کلن سری آد ورد سری قدیمی هستش، از 1997 فکر کنم اولین نسخه این بازی اومد، زمانی که پلی استیشن 1 و این داستانا بودن و یکی از عناوین گرافیکی پلی استیشن 1 بود. اینو همه میدونن کسایی که پلی استیشن 1 داشتن. اوه اوه وای مردیم لعنتی. خب و اوریپ، این نسخه از اون زمان تا الان ساخته شده، یعنی چند سالی بود که ساخته نشد از آخرین نسخه‌ای که ازش اومد سال 2014 به نام نیو ان تیستی دیگه نیومد. و این نسخه‌ای که داریم بازی میکنیم سولستورم یا طوفان کشنده دقیقا اینا رو فول کردیم. خب اینا رو بندازیم این آبا رو که آتش رو اینجا خاموش بشه. خب حالا نیازی نیست، ببینیم اینجا چیه. بر میگردیم میریزیم بندازیم اینا رو، بنداز ایپ باید انتخابش کنیم. اوکی بنداز، بینم بنداز قهرمان کوچولوی آد ورد. حالا راجب این ایپ شخص تصدی بازی هم توضیحاتی میدم که چرا الان بهش گفتم قهرمان کوچک. بخاطر این هستش که در نسخه قبلی که سال 2014 اومد این شخصیت ایپ بیش از 300 تا از هم نژادهای خودش رو با ای میگه دو تا که دو بار میپره. اگه نگرش داریم آفرین. برو بینم این پوینت های بالا رو هم میتونیم بگیریم. بذار اینو خاموشش کنیم. بزن ایوه. خب هم گرفتیمش و بیش از 300 تا از هم نژادهای خودش رو نجات داد. و خب حالا سوالتون اینه که چرا، چی شده اصلا داستان بازی که مثل جهنم الومول مثل این که الان اوی فایر فلایه که ما رو سوزوند لعنتی که حسابشو میرسم. خب ما داخل سیاره هستیم به نام مودوس که این سیاره انواع و اقسامی از نژادهای مختلفو در خودش جا داده. یوز مانکی باربز دیگه برای این میله های میمونی شکل. بعد ایو میگرفتیم که دوباره هستشون. آها آفرین ایب. و داخل این سیاره همچون که داشتم میگفتم گونه های مختلفی از موجودات هوشمند زندگی میکنن که ظالمترین و میشه گفت بیشترینشون به نام گلوکون ها هستن. گلوکون ها هم نژادهای همین شخصیت و همین دوست کوچیکمون ایب رو به بردگی میگیرن و اونا رو به کارهای سخت مجبور میکنن، کارهای طاقت فرسا. و خب همین شخصیت ایب داخل نسخه قبلی نیو ان تیستی یه انقلابی در روبروشون انجام داد و 300 تا از دوستاشو نجات داد. داخل این نسخه هم همچنان باید مبارزه کنیم با اونا.
بندازیم آتیش رو خاموشه. اینجا هم باید روبروشون در بیایم و دوستای دیگمون رو، هم نجات‌های دیگمون رو نجات بدیم داخل سیاره مودوس از دست گلوکون‌ها. و چیز جالب‌ترش اینه که این گلوکونا که خیلی آدم‌های خیلی موجودات دیوسیان اینجوری بگم، یه نوشیدنی رو ساختن. اوه وای مردیم. یک نوشیدنی رو ساختن به نام سول استورم بریو که هر کسی اینو میخوره تحت سلطه اونا قرار میگیره و هر چی که بهش بگن رو انجام میده. اوه کل آتیش گرفت، نابود شد. این پایین خلاصه خیلی دعیوسن دیگه، این سیاره رو تحت سلطه خودشون در آوردن و داستان بازی حول محور همین وقایعی که گفتم داخل این نسخه پیش میره. و چیزی که من داخل تریلرهای بازی دیدم قبل از اینکه بازیش بکنم، کرافتینگ بازی، سلاح سازی بازی خیلی پیشرفت کرده. با ابزارهای مختلف تیم سلاح‌های باحال بسازیم. هیدن هلپ. و که دوستای اون نژادایی که از خودمون هستن و وقتی نجاتشون میدیم داخل منوی بازی تعدادشون رو میزنه برامون که چند تا رو تا حالا نجات دادیم. فکر کنم یه آبجکت های باحالی داشته باشه برامون. بریو، این همون فکر کنم راجع به همون نوشیدنی هست که داشتم صحبتشو میکردم. هر کسی بخورش یعنی مجبور میکنن که بخورن. آره ولی ما که نمیخوریم. فکر کنم یه نوشیدنی دیگه هست، فکر نکنم اون باشه. ببینیم باید چیکار کنیم باش. آتیش گور میگیره باش. ایول چه جالب. خب حالا باید چیکار بکنیم؟ اگه آب بزنیمش چی میشه؟ آها این پوسید. بله راه باز شد. اوکی ریپ خیلی باحال کاراکتر شخصت بازی آدوارد، من خیلی خوشم میاد. چشای بابا غوریشون دوست داشتنی هم بفر بینم. و یه اطلاعاتی هم بدم راجع به بازی. بازی فقط فعلا روی مایکروسافت ویندوز یا همون پی سی و پلی استیشن 4 پلی استیشن 5 در دسترسه. اگر از مشترکین پی اس پلاس هستید این بازی رو میتونید فعلا به صورت رایگان روی پلی استیشن 5 خودتون بازی بکنید، یعنی فقط برای دارندگان پلی استیشن 5 رو پی اس پلاس رایگانه. برای پی اس 4ش باید اون بازی رو به صورت $50 به خریداریش کنید. $50 پولشه. من نمیدونم این چه حرکتی که سونی زده، برای PS5ش رایگانه ولی برای PS4ش نه. عجیبه، منم تعجب کردم ولی همینیه که میگم. اوه از این بود اتیش بگیریم. آها با ایکس اینو که میکشیم بالا. اوکی خب برو بالا بینم. اوه نزنم اونو بپکونم اونو. حالا میتره کننمون. نه چون سالمه در بردیم. خب پشه ایوه نم بگیریم اکسپلورر. داخل ادامه کم کم میفهمیم که چه کارایی دارن. اوه برو برو سینماتیک واقعا بازی و اصلا یه سر گردن از بازی پلتفرمر واقعا بالاتره. این آتیشا که میاد یه جورای یاد ریمن میافتم من. اون مراحلی بود داخل ریمن لجندز اجدای آتیش میزد میدوید دنبالمون ما فرار میکردیم از دست آتیشاش که نسوزیم. چقدر هم حال میداد ریمن. خب این واتر رو هم گرفتیم. کلا من عاشق بازی های پلتفرمرم. سکو بازی خیلی حال میده. خیلی ها فکر کنم علاقه داشته باشم به این سبک.
حالا بعدا 100% باید یه ویژه برنامه بزنم داخل معرفیه، برای معرفی بازی های دو بودی یا هم پلتفرمر سکو بازی، چون خیلی ها دوست دارن این بازی ها رو. اوه زیر پا اونم آتیشه، ولی خیالی نیست، ایپ توانتر از این حرف هست. اینجا ببریم پایین، سر جهنم درست کردن، عجب گروه دعیوسی هن این گلو کنن. اوه آه بینیم چکار را بکنیم اینجا، اینا چی هم داخل هوا مثل هلیکوپتر هم، هر کی براشون خدمت نکنه به این روز میندازنش. خوش کنیم اینو، هدف از این لتس پلی این بود که کسایی که این بازی رو بازی نکردن یا نمیشناسن سری آد بردو، اوه آتیش گرفتیم، لعنتی داره تیر میزنه، برو بالا برو، ما این بازی آشنا بشن گیم پلیش، و اگر دوست داشتن PS4 دارید یا PS5 دارید یا PC دارید این بازی رو بازی بکنید، چون بالاخره تو این سبک خودش سبکه دیگه و جزو بازی نوستالژی و بسیار زیبا، گرافیک بازی هم تقریبا همون نسخه های قدیمی شه ولی 60 فریم شده، 1080p شده، بستگی به کنسول و PC تون داره. البته رو PS5 میتونید فکر کنم 4K آپ اسکیل 60 فریم هم بازیش بکنید. اینو هولش بدیم، اوه خیلی باید حواستون داخل بازی جمع باشه، همه طرف داره میزنن. این آره آره هم گرفتیم، آره خب واترا خیلی بالا، یعنی خیلی به کارمون میان فعلا تو این چاپتر که همه جا آتیشه، اکثر جا سر کارمون با آبه، برای خاموش کردن آتیشو. کجا باید بریم؟ گیت شدم من. آه اینجاست، جنتی اگه دست هم بهت میرسید کسافت، اینقدر تیر نزن به من دیوز، بری عصبی میکنی. خب دوستان مرسی از اینکه این گیم پلی دیدید، تا ویدیو بعدی، گود بای.